سعد ابن عبدالله اشعری قمی رو کرد به امام زمان علیه السلام، گفت آقا جون من با اهل سنت بحث کردم، یه سوال و جوابای بند ما رد و بدل شده. آقا فرمود بپرس. گفتم آقا سوال اولم این است که با یه عالم سنی 40 روز مباحثه کردیم، من گفتم و او گفت و من گفتم و او گفت، آخر بار داشتم غالب می شدم، یه سوالی از من کرده. آقا فرمود سوال چیه؟ گفتم این سنی از من سوال کرد. گفت بگو ببینم ابوبکر و عمر کجا به پیغمبر ایمان آوردن؟ گفتم در مکه. گفت پیغمبر در مکه قدرتم داشت؟ گفتیم نه، پیغمبر در شیب ابی طالب و محبوس و اصابت بر این که سنگش می زدن، مجنون، اشر، کذاب، ابتر، جساره، پیغمبر قدرت داشت. گفت پس ابوبکر و عمر ایمانشون از او کره و ترس و اجبار و زور و شمشیر پیغمبر نبود استا، معلوم میشه ایمانشون از روی اطاعت و اخلاص بوده است. من خود نمیتونم دومیش باور کنم، جوابش چیست؟ آقا فرمود برو بهش بگو اولی و دومی با علمای یهود و نصارا ارتباط داشتن، در سفرهایی که از حجاز به روم و به سوریه و به ترکیه و به ارسبه برن که شامات و فلسطین و میرفتن میمدن، با علمای یهود و نصارا ارتباط داشتن. علمای یهود و نصارا بهشون گفتن که در کتاب تورات و انجیل است که عنقریب در مکه پیغمبری با این نام و پدرش، مادرش، عموش، خصوصیاتش، قیافش، قدش، چهرهش، اسمش عنقریب در حجاز طلوع میکنه، شرق و غرب عالم را مسخر میشود، خیلی زود بر عرب پیروز میشود. اینا طمع در خلافت اومدن جلو دور پیغمبر را گرفتن، لذا هر جا کار بیخ پیدا میکرد با اجازه همه تون فرار میکردن. در جنگ احد 3 روز قائم شده بودن، هیچ کس نمیدونه از کجا. اون کسی که 70 زخم کاری که هر یکیش قادر بود انسانی از پا در بیاره به بدن مطهرش خورده بود و 70 بار بر زمین خورد و جبرئیل گرفت بلندش کرد و فرار نکرد، یه نفر بود، اونم حیدر بود. برو بهش بگو نه طوع بود و نه کره، طمعاً فی الخلافه بود. گفت خب آقا جون سؤال دیگه از من کرده، اونم جوابشو ندونستم بدم. آقا فرمود چیه؟ گفت این عالم سنی به من گفتش که میدونی چرا خاتم الانبیا وقتی رفت برود تو غار ابوبکر رو همراه خودش برد؟ چون میدونست که بعد از او خلیفه ابوبکر است، همونجوری که حفظ خودش واجب است، حفظ خلیفش هم واجبه. با خودش برد برای اینکه جان خلیفه بعد خودش را حفظ کنه. همین جوره آقا فرمود برو بهش بگو خودتون در صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب معتبرتون حدیث نقل کرده ای که پیغمبر اکرم فرمود خلافت بعد از من 30 ساله. این حدیث ها معاویه و معاویه صفتا، جعالین و وزاعین بعد از پیغمبر اکرم، بعد از اینکه ابوبکر و عمر و عثمان و مولا امیرالمومنین 30 سال خلافتشون طول کشید و بعد شد معاویه و یزید و بنی امیه و سلطنتی، این حدیث دروغ را جعل کردن که پیغمبر گفته از خلافت بعد از من 30 ساله. اما قبولش دارم، از نظر من شیعه یه عباسی قیمت نداره، دروغ محض است. اگر کسی روزه باشه و به پیغمبر نسبت بده روزش باطل میشه، اما سنی ها حدیث ها نقل کردن، محکم قبولش دارن. آقا فرمود برو بهش بگو شما که میگید پیغمبر اکرم ابوبکر را برد برای اینکه حفظش کند برای خلافت، خودتون میگید پیغمبر فرمود خلیفه بعد از من 4 تا 30 سال میکشه، باید 4 تا را ببره. چرا یکی ها برد؟ 4 تا را باید ببره برای حفظ 4 تا. 4 تا را باید ببره، چرا یکی ها برد؟ اینم از این. گفت آقا سوال بعدی، گفت بپرس آقا جون. سعد ابن عبدالله نشسته امام زمان 2 ساله داره میپرسه و جواب میده. گفت آقا جون انسان وقتی از دنیا میلود 4 ماه و 10 روز زنش عده میگیره آزاد میشود، طلاق احتیاج نداره. پیغمبر اکرم که یک انسان است، اینی که ان حدیث معتبر داریم که رسول اکرم طلاق زناشا به دست امیرالمؤمنین داد و فرمود یا علی بعد از من این زنای من
هر کدوم از ولایت و امامت تو تخلف کردن، هر کدوم از تو اطاعت نکردن، طلاقشون بده. آدم که از دنیا میرود که زنش دیگه طلاق دادن نمیخواد، این یعنی چی؟ آقا بهش فرمودن که به خاطر شرافت و عظمت خاتم الانبیا خدای منان یه شرافتی به زنای پیغمبر داد و اون شرافت، شرافت ام المؤمنینی بود و امها و ازواجه او امهاتهم، آیه قرآنه. این امهات زنای پیغمبر، ام المؤمنین بودن زنای پیغمبر عمومت واقعی و حقیقی نیست، عمومت تشریفی است، شرافت است بهشون داده. پیغمبر اکرم فرمود یا علی بعد از من هر کدومشون از تو تخلف کردن به جنگ تو اومدن، که سنی و شیعه نوشتن که عایشه فرمانده جنگ جمل بود و در این معنا تردیدی نیست بین اهل سنت و شیعه و حتی مورخین غیر مسلم، غیر سنی و غیر شیعه، که جنگ جمل عایشه سوار بر شتر بود، شترش پی شد، امیرالمومنین دست برادرش محمد داد گفت ببرش، از مسلمیات است. پیغمبر فرمود خدای منان شرافت ام المؤمنین بودن به اینا داده، اما اگر از ولایت تو، از امامت تو، از اطاعت تو سرپیچی کردن، تو در ردیف خدا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا امیر المؤمنین، تو از ولایت استفاده کن، اون شرافتی که خدا بهشون داده ازشون بگی، خدا داده تو بگی. طلاقی که پیغمبر رو منظورش اینه. بنابراین حدیث من شیعه اگر به عایشه بگم ام المؤمنین روزه باشم، روزم باطله. امیر المؤمنین عایشه رو از ام المؤمنین با ولایتش ساقط کرد، نباید گفت، نباید گفت، نباید گفت. ما تابع امامتیم، ما تابع مولا مهدی. مولا اینجوری فرمودن، شیخ صدوق کمال الدین جلد دو. سعد ابن عبدالله برگشت که آقا جون، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا و انی خفت الموالی من ورائی. سوره مریم، سوره مریم، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا انصاد، یعنی چی اینا؟ کاف ها یا انصاد یعنی چی اینا؟ آقا امام زمان جواب داد، فرمود سعد ابن عبدالله زکری ابن آدم بچه دار نمی شد، اشتعل رأس شیبا، موی سر و ریشش سفید شده بود، پیر شده بود، بچه دار نمی شد. روز اول محرم روزه گرفت، دعا کرد که خدای منان بهش بچه بده. جبرئیل لازم شد دم افطار، گفت اگر می خواهی دعات مستجاب بشه این الفاظ را بگو: الهی یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. چهارتا اولیا که میگفت هی باز و برافروخته میشد، هی شاد و بشاش میشد، تا گفت یا قدیم الاحسان به حق الحسین، دلش سوخت و اشکش جاری شد. گفت جبرئیل اون چهارتا با این یکی فرق میکرد، این پنجمه کی بود؟ جبرئیل شروع کرد روزه امام حسین برای زکریا خوندن در محراب عبادت. این حسین اولاد خاتم الانبیا و پیغمبر آخر الزمان است، امت این پیغمبر نماز خونا، روزه گیرا، قرآن خونا. دعوتش میکنن به مهمانی، آبا بروش میبندن، با لب تشنه سرش رو از قفا جدا میکنن، شروع کرد روزه خوندن. یحیی برگشت گفت خدایا، زکریا برگشت گفت خدایا یه بچه اینجوری به من بده، همون بلایی که سر پسر پیغمبر میاد سر این پسر من بیاد، تا من یه مقدار شبیه اون پیغمبر بشم. خدای منان یحیی را بهش داده 23 شباهت
بین یحیی و ابی عبدالله در قرآن و روایات هست. یکی این که حمل هر دو 6 ماه بود، یکی این که هر دو در رحم مادر حرف زدن، یکی این که سر هر دو را بریدن، یکی این که سر هر دو را حرامزاده برید، یکی این که سر هر دو را برای حرامزاده هدیه بردن، یکی این که سر بریده هر دو حرف زد سر یحیی، یکی این که سر هر دو را تو تشت گذاشتن. سر یحیی تو تشت به شاه گفت اتق الله. امام حسینم فرمود ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یکی این که هر دو را خدا نام نهاده است، یکی این که قبلش هر دو قبل خودشون هم نامی نداشتن، لم نجعل له من قبل سمیا، یکی که هر دو خدا از او راضی، او از خدا راضی، وجعله رب رضیا. امام حسینم یا آیتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. اما یحیی زن و بچه نداشت. یحیی خواهر نداشت. اون وقت که سر یحیی رو می‌بریدن 84 زن و بچه دورش نبودن. اون وقت که سر یحیی تو تش بود و حرف می‌زد دیگه بچه نداشت که پاشه بگه عمه صدا بابا میاد. سر یحیی رو به نیزه نزدن. کنار تشتی که سر یحیی توش بود شراب نریختن. بالا سر تشت شطرنج بازی نکردن. 23 شباهت بین امام حسین و یحیی هست. چون قصه از این قرار است، خدای منان سوره را اینجوری شروع می کند بسم الله الرحمن الرحیم کاف، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم کربلا، ها یعنی حراکت و شهادت ابی عبدالله و اصحابش، یا یعنی یزید قاتل الحسین، عین یعنی عطش الحسین، صاد یعنی صبر الحسین.